آقای اسد متین تحلیلگر امور افغانستان را در استودیو با خود داریم تا معلوماتی را در مورد سفر اخیر خود و قندهار و اوضاع این ولایت تقدیمتان کنند. آقای متین با سلام و ممنون از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. سلام به شما. تشکر از شما. شما در برخورد و دیداری که با رهبران قبایل در ولایت قندهار و دیگر مناطق داشتین چه نظری را در مورد منطقه دارین؟ ملاقات بسیار دلچسب بود. تقریبا بیش از 100 نفر از رهبران و لیدرهای قبایل، رقم شما گفتین، از زابل و هلمند و قندهار با اونا ملاقات های را انجام دادم و یعنی من معلومات از اینا را زیادتر از این یافتم خودم تصور میتونستم. من تعجب میکنم که در 7 یا 8 سال گذشته امریکا اینا موفق نشدن که با اینا از نزدیک تماس بگیرن و نظریات از اینا گوش بگیرن. و از طرف دیگر اینا قسمی که ما شما پیشتر صحبت کردیم از خود عملیات امریکا و ناتو در قندهار کاملا پشتیبانی میکنن، اما تشویششون به ایست که بعد از عملیات آیا امریکا اونجا میمونه یا نه. اگر عملیات تمام شد و امریکا دوباره به اینا یک مشکلات امنیتی ایجاد میشه. و تشویش دیگهشون این بود که تا حال در این مناطق اصلا پروژه های انکشافی هیچ صورت نگرفتن. شما هیچ باور نخواد بکنین که من با مقامات بلندپایه مثلا قندهار تماس گرفتم، بودجه انکشافی ندارن اینا. یعنی اینا نمیتونن که هیچ درای انکشاف دهات و ولایت اینایشون اقدام بکنن. این تشویش های بود که مردم داشت و تشویش های قابل فهم است که باید این قسمت دقت شود. وقت صحبت از ماموریت قندهار به میان میاد، یکی از شخصیت های برجسته در ولایت قندهار آقای احمد ولی کرزی، برادر آقای حامد کرزی است که بسیار در مطبوعات هم مطرح شده. شما حضور این شخصیت در قندهار چطور ارزیابی میکنید؟ آقای احمد ولی کرزی با مقامات بلندپایه آمریکا که در قندهار است از بسیار نزدیک با اونا تماس دارن و در قسمت تامین امنیت به اونجا با اونا همکاری میکنن و آدم بسیار با نفوذ است. من فکر میکنم که زیادتر تبلیغاتم که علیه از او میشه ناشی از ایست که شایدی یکی از لیدرهای آینده پشتونا باشه و مقابل از این البته گروپ های دیگه است که به هر نوعی که میخواین ایره مثلا به این لطمه وارد بکنن و نفوذ کاملا زیاد داره در ولایت پشتون از رزنی شروع شده تا قسمت فراه. بینی اون کسی است که همکاری از او در آوردن امنیت در قندهار به این مرحله بسیار مهم است. بله. خب خروج کارمندان ملل متحد هم موضوع دیگه بود که توجه همه گیره به خود جلب کرد، به شمول ترور بعض شخصیت ها در قندهار. شما این موضوعات در عرصه آغازی ماموریت در قندهار چطور ارزیابی میکنید؟ من خودم به قندهار بودم تقریبا در یک واقعه نزدیک من یکی از حادثات تروریستی صورت گرفت که جای بودم تکان داد و یک شب مثلا از خواب بیدار شدیم تقریبا نیم ساعت یا بیشتر مثلا فیرهای ماشین دار اینا. مردم قندهار همه روز به این حالت میگذرانند اونجا، مثلا اطفال خورده که اونجا بود من ناراحتی از اونا دیدم، مادرها و اونا را. و هیچ قابل تعجب نیست که ملل متحد باید از اونجا بکشه خدا. اما قندهار یک مشکل عمده دیگه که بقیده مداره کشورهای همسایه و که البته پاکستان و ایران است، اونا توانستن که بمهای را بر مردم در اونجا مهیا بسازن که بعضی بمها در انتقام جویی های شخصی از استفاده میشه. مثلا یک کس بالای جایی که من زندگی میکردم به محله نزدیک یک بم انداخت، 3 طفل کشت، 3 طفل یک از مخالفین شد. یا میرن در مسجد، مخالفین خود در مسجد با همگی میگه وقت مردم به سجده میباش سرایتون رو بلند نکنید با ماشین دار میزنن. این یک تعدادش ترورهای شخصی است، اما از طرف دیگه دشمنان افغانستان با ما وسایل بسیار ثقیل بر اونها فراهم کرده که اونا در دست نه تنها بعد بودن دشمنان خود بلکه از یک تعداد زیاد دیگه هم استفاده میکرد. البته فعالیت های ضد دولت هم در او فوق العاده شامل است. آقای متین، تجربه سفرتان بسیار جالب است. اجازه بدین که بحث با شما در بخش پشتو باز هم ادامه بدیم. ممنون شما.